چگونه کابینه به مجلس نمایندگان پیشنهاد شده است؟ تشکیل کابینه حکومت وحدت ملی موافقان و مخالفان خودش را دارد. مخالفان یا ناراضان این کابینه میگویند که این فهرست نه نماینگر وحدت ملی است و نه هم تضمین کننده عدالت و حاکمیت قانون، یا به گونه دیگر این کابینه نمیتواند سیل از چالش ها فراراه مردم افغانستان را مهار کند. اما این روی یک سکه است. در جهت دیگر برخی ها از این کابینه با کاربرد واژه های تکنوکرات شایسته و چهره های تازه استقبال کردند و از آینده افغانستان با چنین گزینش در کابینه خوشبین هستند. رئیس جمهور هم با معرفی کابینه اش به نماینده های مردم پیام دارد. کابینه به شما و مردم افغانستان پاسخ گوست. صلاحیت تصویب و رد کابینه از نماینده ملت است. ما کوشش عظیمی کردیم کابینه به ارتان تقدیم شود که مورد تاییدتان باشه، اما فیصله قانونی، شرعی و اصولی از شماست. حال همه چشم به خانه ملت یا تنها مرجع قانونگذار در افغانستان دوختند. 13 نامزد وزیر برخلاف قانون با تابعیت دومی به مجلس نمایندگان معرفی شدند. افزون بر این، نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی سن قانونی احراز پست وزارت را ندارد. پس نماینده ها با این نامزدها چگونه برخورد خواهند کرد؟ هرچند با توجه به جو حاکم در مجلس و سر صداها از معامله های پس پرده میان نامزد وزیران با نمایندگان، کسی نمیتواند تصمیم ها و کارکردهای مجلس را پیش بینی کند. به همین دلیل پارلمان افغانستان نخستین نهاد قانونگذار در جهان گفته شده است که در برخ موارد در دقیقه 90 تصمیمش برخلاف انتظار همه است. سلام بر شما، من فواد امان هستم و در این برنامه طاهر هاشمی استاد دانشگاه، هارون میر آگاه مسائل سیاسی، نیلوفر ابراهیمی و عبدالقیوم سجادی دو عضو مجلس نمایندگان اینجا با من هستند. مهمانان عزیز بسیار خوش آمدین. آقای سجادی، چگونه کابینه به مجلس نمایندگان امروز از سوی حکومت وحدت ملی پیشنهاد شده است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بار سلام خدمت شما و همکارای بحث و بینندگان محترم. از دو زاویه باید تحلیل بکنیم. اول ای که چی انتظاری وجود داشت و دوم ای که تا چه اندازه با دیدگاه ها و شعارهایی که داده میشود سازگاری داره. هر دو مسئله را وقتی در کنار هم میگذاریم، سطح انتظارات بالاتر از آن چیزی است که اتفاق افتاد. شعار تخصص، شایسته سالاری و امثال ایرا از یک طرف و تأخیر بسیار دوامدار و طولانی مدت در گزینش افراد از جانب دیگر، این انتظارات را بالا برد که گویا تأخیر به این دلیل هست که تلاش صورت میگیره شایسته ترین فرزندان افغانستان به عنوان اعضای کابینه آینده و کابینه دولت و حکومت وحدت ملی معرفی شود. اما با اعلام فهرست نامزد وزرایی که چند روز قبل صورت گرفت، واکنش ها و قضاوت هایی که وجود داشت بازتاب دهنده ای بود که کابینه معرفی شده به هیچ عنوان با انتظاراتی که وجود داشت سازگاری نداره و نمیتونه او انتظارات را برآورده بسازه. با قطع نظر از این که در بین اعضای معرفی شده کابینه پیشنهادی افراد متخصص شایسته و برخوردار از سوابق کاری و تحصیلات عالی وجود داره، اما در کلیت به عنوان یک پکیج اگر ما بخوایم تحلیل و ارزیابی بکنیم، میتوان گفت که او انتظار را که از یک کابینه تخصصی، کابینه مبتنی بر شایسته سالاری و کارآمد باید برآورده میشد، متاسفانه برآورده نشد. بانو ابراهیمی، چرا برخلاف انتظار مردم افغانستان و نهادهای مدنی و همچنان با توجه به مشاورها و تعهدهای رهبران حکومت وحدت ملی، باز هم این کابینه با انتظارات مردم افغانستان سازگاری نداره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض احترام دارم خدمت شما و دوستایی که در میز هستن و بیننده های تلویزیون. اما قسمی که جناب سجادی صاحب فرمودن، بخوایم بگویم که حکومت وحدت ملی
اما نفس تشکیلش ای چالش ها و جنجال ها را در اذان آمر داشت و این پیام پیام نبود که امروز بر مردم داده شده. انتظار سه ماه هم دو جهت داشت. یک جهت که یک تعداد کسان بر ای که مثبت بیندیشن و گامای حکومت گامای نیک بپندارن و فکر کنن که بعد از سه ماه از یک تصفیه یا از یک چلوصاف درست افراد اشخاص میبرایه و بعد معرفی میشه. یک زاویشی بود. یک زاویه دیگه ازی دوستای بودن و مردم جمعی از مردم هستن که به این میاندیشیدن که حکومت وحدت ملی خودش خلاف قانون است و به اساس یک زجر زمان آمد شکل گرفت تحت یک نام به نام تفاهم و بعد اینا از این حکومت ما انتظاری را نداریم که این دو شخص که فعلا در رأس رهبریت حکومت وحدت ملی هستند با تیمای مختلف و متجانسی که غیر متجانسی که البته با خود داشتن در جریان کمپاین اینا بتونن اما افراد و اشخاص شایسته را انتخاب کنن بیارن. به خاطر که ما در جریان کمپاین ها هم در بحث ها همی صحبت داشتیم که در تیمای کمپاینی شکلگیری به شکل غیر متجانس است. متجانس نیست به اساس مفکوری سیاسی نیست، به اساس ایدئولوژی نیست، هو یک تعداد به اساس سلیقه‌های سیاسی انتخاب شده بود و آمده بود و مسئله رای و رای گرفتن و کامیابی و رسیدن به کرسی بود. به این خاطر قناعت دادن این دو تیم که بین هم یک جا شده بودن و بعد دو دکتر سپ قناعت دادن تیم خود که چه قسم قناعت می دادن این دور از انتظار بر مردم نبود. اما نقطه بسیار مهم ایست که ما چقدر دیگه تایم داریم و وقت داریم که مردم بعد از این انتظار بانیم. اولا ما فکر میکنم حکومت بعد از سه ماه آنچی را که انتخاب کردن و آوردن که ما در یک از صحبت‌های خود گفتم که به نوحه توین از بر مردم افغانستان که در 30 میلیون نفوذ افغانستان 25 کادر متاسفانه پیدا نمیشه که در ظرف دو ماه یک ماه یعنی تعیین میشد و انتخاب میشد که متاسفانه اما تداوم سه ماه را ما همیش به عنوان کسانی که میخواهیم که مثبت بنگریم تا ای که یک پیام مثبت بر مردم بدیم و انتظار داشته باشیم که بزرگا هم به پیامهای مثبت مردم مثبت بیندیشن که متاسفانه ما بعد از سه ماه ما خودم میگفتم که خوب است که خوب تحلیل شود دیر آید درست آید اما متاسفانه او قسمی که مردم انتظار داشت قسمی که سجادی صاحب گفتن او قسم یک انتظار به حقیقت تبدیل نشد. اما آنچه که حالا مهم است ای بر نماینده های ملت است ما در دو بود زیر فشار هستیم. فکر میکنم که اگر ای کابینه مکمل رای نگیره خود عقل طبیعی تمام نماینده های ملت است که برای یک تعداد کسایی که بنو ابراهیمی بعدا بالایش بحث خواهیم کرد که پارلمان با این کابینه چگونه برخورد خواهد داشت. آقای میر شما چقدر موافق هستین واقعا چی چالش سر راه حکومت وحدت ملی وجود داشت که نتوانست کابینه سازگار با انتظارات مردم افغانستان به مجلس معرفی کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام قسمی که وکیل صاحبای محترم پارلمان عرض کردن یک نقطه قابل یادآوری است که کابینه فعلی منعکس کننده جو و فضای سیاسی که ما از آغاز روند انتخابات داشتیم. انتخابات افغانستان بدبختانه به چالش کشیده شد، یک توافق سیاسی گرفت و بعد از توافق سیاسی ما شما در جریان بودیم که جروبسای جریان داشت در ارتباط با انتخاب کابینه. باز هم قسمی که سجادی صاحب گفتن ما در کل نمیتونیم که بالای همگی قضاوت بکنیم. بدون شک در این کابینه شخصیت های برجسته هستند که از اعتبار مردم برخوردار هستند، چهره های تازه هستند که ما حداقل شخصا و شاید که بسیاری دوستا ازشان شناخت نداشته باشه، اما از دیدگاه ما بهتری خود بود قسمی که رئیس جمهور افغانستان هم همین روز در صحبت های خود گفتن که ما بر از اینا وقت قائل شویم، حداقل یک مدت زمانی که اینا بتونن نشان بدن که آیا واقعا اشخاصی هستند که میتونن از عهده کاری که چالش های بزرگی که ما شما در پیش روی داریم های از یوده برآمده میتونن یا خیر. بدون شک که دادن وقت در همچون یک شرایط خودش یک تهدید بزرگ است، به خاطر از اینکه ما شما چالش های بزرگی امنیتی داریم، چالش های بزرگی اقتصادی داریم و از نگاه سیاسی هم ما شما در یک حالت شکننده هستیم. ما فکر میکنم که اگر پارلمان محترم افغانستان به خاطر که رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی باد است سه ماه غور یک کابینه را بر مردم افغانستان و پارلمان افغانستان پیشنهاد کردن، اگر اینا را رای بتن
و زود از این روند بگذاریم به خاطر از اینکه کار باید در افغانستان آغاز شود. آقای میر، به نظر میرسه شما خوشبین هستین از این فهرست کابینه حکومت وحدت ملی. حالا چه ویژگی در این کابینه شما را امیدوار ساخته از کارکرد حکومت وحدت ملی در آینده با چنین کابینه؟ ما خوشبین در ارتباط با کابینه با چهره هایی که شناخت دارم، بدون شک که چهره هایی هستند که میتونن توانمندی از ایره دارن که از عده چالش های بزرگ کنار بیان، اما چهره هایی است که من شناخت ندارم، در مقابلشان قضاوت نمی کنم. من من حیث فردی که در جامعه با مردم با تماس هستم، خواست مردم افغانستانی است که بگر وقت ضایع نشه. شما ببینید ما در ماه دلو هستیم، یعنی امروز آخر جدی است، فردا اول دلو است و ختم زمستان در اکثریت ولایت جنوبی و یک قسمتی از ولایت های شمال افغانستان ماه هوت است. ماه هوت بهار است در بسیاری از ولایات و با شروع فصل گرما در افغانستان جنگ های شدید طالبان شروع خواهد شد و ما باید برای او آمادگی داشته باشیم. از طرف دیگر در مدت بیشتر از یک سال وضعیت اقتصادی بسیار خراب است. اکثریت پروژه های بازسازی در افغانستان از خاتمه پیدا کرده، کمک جامعه جهانی هم مقدارش بسیار پایین آمده، بیکاری واقعا در خصوصا در بین طبقه جوان و روشنفکر و تحصیل کرده بیداد میکنه و باید حکومت افغانستان به خاطر رفع بیکاری و به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی باید راه حل هایی را باید پیشنهاد بکنن. به خاطر جلوگیری از زیاد بالا از این بحث خواهیم کرد که حکومت افغانستان با چنین کابینه خواهد توانست سیلی از چالش ها سر رای مردم افغانستان را خواهد برداشت. آقای هاشمی، حالا به شما برمیگردیم. عبدالقیوم سجادی و نیلوفر ابراهیمی دو عضو مجلس نمایندگان ظاهرا از جمع کسانی هستند که مخالف چنین ترکیب در حکومت وحدت ملی هستند و هارون میر آگاه مسائل سیاسی هم موافق به نظر میرسه از چنین ترکیب. حالا نظر شما چی است؟ انتظارتان همین بود که حکومت وحدت ملی چنین کابینه را با چنین ترکیب با مجلس نمایندگان معرفی کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به شما جناب وکیل سیوا و جناب آقای میر و بینندگان تلویزیون تلونیز. عرض بکنم که اگر با خوشبینی آغاز بکنیم که بالاخره بعد از 3 ماه یک کابینه صاحب یک کابینه شدیم، این پوینت مثبتش است که سرش صحبت بکنیم. ولی ما منتظر ازی بودیم، منتظر که وکیل سیوا اشاره کردن و مردم افغانستان در مجموع انتظار از این داشتن که بعد از گذشته قدر مدت و در عین زمان با او وعده هایی که داده شده بود، باید یک کابینه که منعکس کننده وحدت ملی می بود. درست است که ما وحدت ملی که به وجود آمد به اساس یک تفاهم سیاسی به وجود آمد، وحدت ملی به مفهوم درستش وجود نداشت، اما مردم انتظار داشت که از این به بعد همه چیز انعکاس دهنده وحدت ملی خواهد بود. حالا این کابینه رو وقتی که میبینیم، متاسفانه مو اختلافات یا تفاوت نظرهایی که بین دو تیم وجود داشت، این برملا میشه و در عین زمان اعتراف میکنه که در این وحدت ملی، در حکومت وحدت ملی، وحدت فکری و نظری وجود نداره. ولی هزا ما فکر میکنم که این کابینه کابینه ائتلافی است، یک کابینه ترکیبی است و در عین زمان او روش هایی که در تعیین کابینه ها، در انتخاب اشخاص در کابینه های قبلی به کار برده می شد، تا یک حد امروز هم دیده می شد. شما یک عده کسانی را می بینین، سر توانایی هایشان بعدا صحبت می کنیم. یک عده کسایی است که اونا معلوم است از کدام گروپ است و روی چی ملحوظات آمدن، با چی محک های اینا قبول شدن. یک گروپ دیگر می بینیم که بازم برای ما اعترافاده میکنه که در اینجا ارتباطات، قومیت، تنظیم و سمت و اینا نقش خود داشته. و از این لحاظ یک کابینه که ما نمیتونیم کابینه وحدت ملی بگویم، کابینه ائتلافی، که کابینه های ائتلافی به ذات خود بسیار شکنن میباشه از لحاظ پرنسیپ. پس ما حالا درگیر یک کابینه هستیم که او وحدت ملی در او سراغ شده نمیتونه و در عین زمان در برابرش یک خطوط اساسی سیاست حکومت که آقای رئیس جمهور بیان کردن، یک بیانیه بسیار خوب، بسیار منضبط، منسجم، بسیار علمی. اما آیا میتونیم با یک کابینه که خود از او دارای یک وحدت نظر نباشه،
ما او آرزومندی ها را به سر برسانیم که حالا چگونه این کابینه دارای وحدت نظر نخواهد بود؟ فکر میکنید در اینجا دو دستگی ایجاد خواهد شد در حکومت وحدت ملی؟ نامزد وزیران عبدالله با آقای عبدالله پاسخگو خواهند بود و از رئیس جمهور غنی هم برای رئیس جمهور چنین خواهد بود؟ متاسفانه چیزی که از اول تا بزرگای افغانای ما و شما یک چیز را که تفاوت قائل نشدن بین کابینه و پارلمان. اتر فکر میشه که کابینه محل اجتماع نمایندگان اقوام و ملت ها و سمت هاست. چنانچه دیشب هم شما شنیدین که گفته شد که از فلان سمت و از فلان ولایت کسی نیست. اگر بنابرای باشه که اعضای کابینه یک شخص از یک ولایت باشه، پس ما 34 عضو کابینه باید داشته باشیم که این درست نیست. و در عین زمان کابینه از لحاظ قومی و اینا بررسی شده نمیتونه، به خاطر از اینکه یک کابینه عبارت از یک مجموعه افراد یا یک هیئت است که هماهنگی داشته باشن و دانش کافی داشته باشن و متجانس باشن و اینا بتونن زیر یک خط مشی که از طرف رئیس جمهور برگزار میشه زیر زو کار کنن. حالا اگر فرض میکنیم بر مبنای منافع قومی قضاوت بکنیم کابینه را، در این صورت ما این کابینه را نمیتونیم که با هم انسجام بتیم و در داخل یک انسجام از یک خط مش پیروی بکنن. چرا ما وقتی که دستبندی میکنم وزرا را متاسفانه با احترامی که به هر کدام از اشخاص دارم، افراد مستقل وجود داره که شما هم میفهمین از کجا به اصطلاح تعیین شدن، افراد بر مبنای تعلقات قومی آمدن که او را هم شما بسیار به درستی تشخیص میتیم و افراد یا وزرایی است که من اما به صورت عاجل نام یک سرشان ماندم که تحت قیمومیت هستن. یعنی اگر قیمش وجود نمی داشت و او نفوذ قومی را نمی داشت، یادم وزیر نمی شد. ولحظه به صورت غیر مستقیم این تحت قیمومیت یک هست. در یک کابینه، اعضای کابینه باید تحت ریاست رئیس جمهور و یا صدر اعظم باید یک خط مشره با امو توافق نظر و تعقیب بکنن که متاسفانه حالا دو طرف توافق کردن، هم رئیس جمهور هم رئیس اجرایی بالای این ترکیب توافق کردن، پس از آن به مجلس نمایندگانی را معرفی کردن. ببینید توافق شاید بر مبنای همونطوری که حکومت وحدت ملی بر مبنای یک توافق سیاسی به وجود آمد، این اشخاص هم بر مبنای یک سلسله توافقاتی که شاید از لحاظ بل اجبار صورت گرفته باشه اشخاص آمدن. به خاطر از اینکه ما در این کابینه اگر کابینه وحدت ملی نام بگذاریم، باید یک سلسله توافق نظرها را ببینیم و مسائل قومی و ارتباطات و اینا نباید در اوجه در نظر گرفته شود. و در عین زمان اتر افاده میکنه که همطور که وکیل سبام اشاره کردن که در افغانستان 25 یا 30 میلیون نفوسی ما یک 25 نفر نخبه نداشتیم. سپاس شما. در حالی که من فکر میکنم این تا یک حد یک نوع اهانت است به جامعه افغانستان، برای اینکه جامعه ما در مجموع شخصیت های بسیار برازنده داره. و پس از وقفه کوتاه، چرا رئیس جمهور غنی برخلاف خواست و قانون اساسی و همون مصوبه مجلس نمایندگان نامزد وزیران را با تابعیت دوگانه به مجلس نمایندگان معرفی کرد؟ آقای عبدالقیوم سجادی پاسخ خواهد داد. با ادامه برنامه خوش آمدید. آقای سجادی، در قانون اساسی در ماده 72 گفته شده کس وزیر شده میداند تنها حامل تابعیت افغانستان یا شهروندی افغانستان باشه، اما در بند دوم همین ماده گفته شده در اینجا مجلس نمایندگان میتواند تصمیم بگیره رد کند دو تابعیت ها را و یا تایید. و اما اخیرا مجلس نمایندگان مصوبه را تصویب کرد که اصلا دو تابعیت ها نمیتونن وزیر شوند در حکومت افغانستان. با توجه به این همه تصمیم گیری ها و ماده های قانون اساسی، رئیس جمهور برای شما افرادی را معرفی کرد دارای تابعیت دوگانه ای هستند، فکر نمی کنید که در اینجا رئیس جمهور مجلس نمایندگان را دست کم گرفته؟ ببینید، ما انتظار داریم فصل جدید یا به تعبیر رئیس جمهور کتاب جدید در روابط قوای سه‌گانه، به خصوص رابطه قوای مقننه و مجریه باشه و نوشته شود.
مناسبات قوه مقننه و قوه مجریه در دوره رئیس جمهوری آقای حامد کرزی مناسبات ناسالم و غیر سازنده بود. یک نوع بایکوت نمودن فیصله های شورا از سوی قوه مجریه را ما مشاهده می کردیم و عدم آمادگی قوه مجریه برای نظارت پذیری که وظیفه قوه مقننه و نمایندگان مردم افغانستان است. انتظار است که حکومت جدید بازبینی بکنه و یک رابطه سالم و سازنده را که طبعا در راستای منافع ملی افغانستان است ایجاد بکنه و ای ایجاب میکنه که از همین آغاز ما سنگ تهداب را درست بگذاریم، سنگ تهدابی که بر مبنای او ما شاهد تنظیم رابطه مثبت و سازنده بین دو قوا باشیم. تا حالا سنگ تهداب کج گذاشته شده؟ بنابر این من میخوام این را عرض کنم خدمت شما که دو احتمال وجود داره. آقای رئیس جمهور ممکن است بدون کدام توجه جدی روی این قضیه و ارزیابی دقیق افراد را فقط مورد تایید قرار داده باشه و صلاحیت های شخصی، توانمندی های کاری اشخاص، مصلحت های سیاسی که وجود داشته با توجه به اونا ممکن افراد معرفی کرده باشه و نظر به بس تابعیت ممکن نکرده باشه و نداشته باشه. در این صورت طبعا ما شاهد تقابل نخواهد بودیم و همچنان که رئیس جمهور هم امروز تاکید کرد این از صلاحیت مجلس هست که چه کسی را رأی خواهد داد و چه کسی را رأی نخواهد داد. حالا فکر میکنی رئیس جمهور از این مصاحبه شما خبر نیست که به اساس آن دو مصاحبه خبر نیست؟ از مصاحبه هم خبر است، از قانون اساسی هم خبر است. چرا باز هم ولی من میخوام خدمت شما عرض کنم که در معرفی و در گزینش اعضای کابینه معرفی شده دقت لازم صورت نگرفته متاسفانه. ای که چرا این دقت لازم صورت نگرفته دلایلش را باید رئیس جمهور و قوه مجریه جواب بده. دلایل و شواهد وجود داره مبنی بر عدم دقت لازم. ببینید وقت افراد و اشخاص معرفی میشه، لیستش اعلام میشه و قبل از معرفی رسمی رئیس جمهور به پارلمان استعفا میده، این نشان میده که بالاخره دقت لازم در گزینش صورت نگرفته. آقای سجادی، شما سه روز پیش از معرفی کابینه به مجلس نمایندگان اعتراض کردین و گفتین که 11 و یا بیش از 11 نامزد وزیر تابعیت دوگانه دارن. چرا این افراد پیش از معرفی شدن به مجلس نمایندگان از فهرست حذف نشدن و کسان دیگر به جایشون معرفی نشد به مجلس؟ قسمت دوم رو میخواستم خدمتتون رو عرض کنم که در نقطه اول ایه که اگر بخوایم با دقت تحلیل بکنیم آنچه که اتفاق افتاده، شواهد و دلایل وجود داره مبنی بر اینکه در این گزینش دقت لازم صورت نگرفته، نه به لحاظ شرایطی که در قانون اساسی برای یک کاندیدا در نظر گرفته شده است و نه به لحاظ کارآمدی اداره و مدیریت و نه به لحاظ به هر حال ظرفیت لازم برای کسب نظر موافق پارلمان و مجلس نمایندگان. من فکر میکنم در ارتباط حالا چی فشارهایی بوده و چی مصلحتهایی بوده نمیدونم. حالا با توجه به حضور 13 نامزد وزیر در این فهرست میتونم گفت که هیچ دقت صورت نگرفته. اما میرسیم در ارتباط با بحث دیگه ای که شما اشاره کردید. ببینید در قانون اساسی اصل در شرایطی که ذکر میشه در ماده 72 اصل ایه که کاندید وزیر باید تابعیت افغانستان را داشته باشه و یک استثناء در اونجا آمده که ناظر به شرایط خاصی است که احیانا ممکنه یک فرزند افغانستان از توانمندی، شایستگی و صلاحیت کاری برای تصدی یک وزارت برخوردار باشه، اما به دلیل سالها جنگ و مشکلات که در کشور وجود داشته در کشورهای دیگر ساکن بوده باشه و تابعیت کشورها را داشته باشه. در اینجا قانونگذار ما در لوی جرگه قانون اساسی راه را باز گذاشته مبنی بر ای که به هر حال قوه مقننه و مجلس نمایندگان می تواند در مورد اشخاص دارای تابعیت های دوگانه تصمیم گیری نماید. به هر حال به هر ترتیبی فیصله ای در مجلس نمایندگان صورت گرفت مبنی بر ای که اعضای پیشنهادی کابینه رئیس جمهور غنی نباید دارای تابعیت های دوگانه باشه و آل در بررسی هایی که انجام شده در مورد 11 یا 13 نفر از همکارای محترمی که در لیست آمدن گفته شده که اینا دارای تابعیت های دوگانه هستند. طبعا مجلس حق داره با توجه به صلاحیت‌های حقوقی و قانونی خودشان در این ارتباط تصمیم بگیره و از این طرف هم آنچه که انتظار میره از قوه مجریه و رئیس جمهور آنچنان که امروز رئیس جمهور اعلام کرد، اونا هم یقینا نسبت به فیصله های مجلس احترام خواهد گذاشت و فیصله های مجلس را در واقع لازم الاجرا تلقی خواهد کرد و این همان چیزی است که هم رئیس جمهور روی او تاکید داره و هم ما روی او تاکید داریم که اگر قرار شود با دلسوزی برای افغانستان کار
صورت بگیره ما ناگزیر هستیم و باید یک رابطه سالم، همکاری مبتنی بر تعامل و نه تقابل بین قوای مقننه و قوای مجریه ایجاد بکنیم. سخنی را که من در آغاز خدمت شما مطرح کردم است که در همین ابتدا اگر خدای نخواسته نسبت به فیصله های شورا از سوی قوای مجریه به توجهی صورت بگیره و یا واکنش منفی نشان داده شود، این تعامل رو به سمت تقابل خواهد کشید. تا حالا خب به توجهی صورت گرفته، هم واکنش منفی نشان داده شده از سوی حکومت وحدت ملی. اگر این به توجهی نیست پس چی است؟ برخلاف مصوبه شما نامزد وزیران دو طبیعتا با مجلس آمدن. ببینید یک سری چیزایی که در قانون اساسی هست، حکومت مکلف است که با توجه به اون موارد و با رعایت موارد و بندهایی که در ماده 72 قانون اساسی آمده افراد رو معرفی کنه. تصمیم گیری های مجلس برایش مهم نیست و مجلس هست که احراز میکنه که آیا افراد معرفی شده واجدین شرایط در واقع مصوب یا تصریح شده در قانون اساسی است یا نه. بعد از اینکه مجلس نظر خود اعلام میکنه، موقف حکومت رو ببینیم که چی خواهد شد، که آیا همچنان که امروز رئیس جمهور تاکید کرد حرمت میگذاره به دیدگاه مجلس، که یقینا ما باور دارم حرمت خواهد گذاشت. اگر حرمت نگذاره یقینا در اون صورت ما باز همون سیکل باطل رابطه تقابلی گذشته را دنبال خواهد کردیم که یقینا نه به نفع افغانستان هست و نه به نفع حکومت وحدت ملی خواهد بود. بانو ابراهیمی، برخورد مجلس در برابر این دو طبیعت ها چگونه خواهد بود؟ به اساس امو بند دوم ماده 72 قانون اساسی یا مصوبه اخیر مجلس؟ خب ما فکر میکنم که مردم افغانستان حق دارن که نقد کنن و یا تایید کنن، اما آنچه که مهم است در ماده قانون اساسی صلاحیت داده شده بود که مربوط به شورای ملی و پارلمان است که رأی تایید میدهند یا رأی رد. ما فکر میکنم مصوبه که در همون روز رای گیری شد ناشی از یک احساسات هم بود. ای به این معنی نیست که ما بگیم که ما تایید میکنم که کسانی که دو طبیعت هستن باید بیان رای بگیرن. ما میخوایم ما محققت شورا را که در همون روز اتفاق افتیده عرض داشته باشم که دکتر سبام میتونن شاهد باشن و تایید کنن نظری مرا، به دلیل از اینکه بعض وقت بعضی تصمیم گیری ها در داخل پارلمان به اساس بعضی سلیقه های شخصی یا یک گروه کوچک که از قبل بعضی مسائل را در ذهن خود میچرخونن و میارن داخل شورا میندازن و جو مجلس در اون روز بسیار احساساتی بود و احساساتی برخورد کرد. به دلیل چی من این موضوع را میگم؟ ما بازم تاکید میکنم که ما با درک از اینکه شاید یک تعداد جوانای ما بنابر امو نابسامانی های کشور رفتن و 20 سال مثلا مهاجر بودن، امو مشقت مهاجریت دیدن، با شکم گشنه رفتن درس خواندن، امروز ماستر و دکتر ماستن که حق دارن بیان در کشور مثلا کاندید وزیر باشن، اما تنها با طبیعت افغانستان. البته با طبیعت افغانستان به خاطر چی؟ اما ما میخوایم بگویم که ما بعض وقت نباید امو حقیقت از این کشور را به دور بیایم با یک شعار عمل کنیم. یعنی چی؟ شما انتخابات ریاست جمهوری را دیدن که بعضی شعارها و بعضی آرمانهای در اذهان بود که میخواستن او را به یک عمل تبدیل کنن. ما همه شاهد بودیم که دیدیم که از حقیقت افغانستان و از حقیقت که در بین اقوام مختلف از این کشور وجود داره هیچ کدام ما نتانستیم بدور شویم و امروز حکومتی که تحت نام وحدت ملی هم ساختیم از امو حقیقتهای امی مملکت بود که نتانستیم که با او شعارهایی که میدادیم بیاییم. اگر برخلاف همین مصوبه اخیر مجلس درباره دو طبیعت ها، هنوز همچنین دیدگاه در میان نماینده ها وجود داره که دو طبیعت ها باید وزیر شوند؟ ما میخوایم یعنی بگویم که اگر دو طبیعت ها به خاطر وزیر شدن؟ ما دیدگاه ما چی است؟ دیدگاه ما است که وقتی یک جوان ما میایه وزیر مملکت میشه، این ارزش از ایره داره که تابعیت خود ازش به حساب منصرف شوه و یا ترک تابعیت کنه و بیای ارزش یا پرستیج وزارت مملکتش بر این میارزه که او ترک تابعیت کنه. و ما خودم شخصا خب اگر ترک تابعیت نکنن مجلس نمایندگان در برابرشون چی برخورد خواهند داشت؟ مجلس چون امو مصوبه ایره که دارن رای نمیتن و یا ای که از امو کمیسونای مربوطه شاید نگذرن، اما ما میخوایم میره بگویم که ای دوستان ما و کسانی که تثبیت شده که دو طبیعت هستن اینا حال شرایط افغانستان را درک کنن. شرایط افغانستان شرایط 20 سال پیش نیست، باید در یک توازن قرار بتن. آیا این کشور ارزش از ایره داره وزارتش که امو طبیعت یک کشور را که ما با چقدر مشقت میریده اوجا با توین و تحقیر اگر هم طبیعت شم داری زندگی میکنه، زندگی ماجرت دور از توین و تحقیر و بیچارگی و افسردگی نیست.
ای برای امی دوستای ما برمیگرده، هرچند که من یک نقد برای رئیس جمهور و رئیس اجرایه دارم که در ای جای شک نیست که با تمام چالش هایی که سجادی صاحب اشاره کردن باید بر مصوبه در اولین گامای خود باید بر مصوبه شورا احترام قائل میشدن، ولی امروز رئیس جمهور شما شاهد بودن در سخنانش که کلمه یا جمله بر ای تاکید نداشت که شرایط افغانستان مشکلات خود داره. بعد از 3 ماه ما کابینه را معرفی کردیم و از نماینده های ملت خواهش میکنیم که به ای کابینه تا جای ممکن رای بدن، حتی یک جمله ایرم به ارتباط نگفت و تمام صلاحیت تصمیم گیری های مجلس برای رئیس جمهور مهم نیست. تمام صلاحیت محول کردن بر نماینده های ملت، گفتن که ما معرفی کردیم، تصمیم به دست شماست. که حالا هنوز احتمال لغو چنین مصاحبه در مجلس نمایندگان وجود داره؟ فرصت هست که مجلس از این مصاحبه خود بگذره؟ فکر میکنم بنابر امو پروسیجر که داره بسیار مشکل است که 2 سال بیایه و یک جای شما و این مصاحبه را به نظر میرسه رئیس جمهور غنی مطمئن است که این دو تابعیت ها میتونن از مجلس رای بگیرن. خب اگر مطمئن نمی بود چرا اینها را برای مجلس معرفی میکرد؟ ما کمیسیونای اختصاصی داریم و حتی در بخش کمیسیون فرهنگی ما 3 کمیسیون یک جای شدن برای از اینکه هم اسناد تحصیلی از اینا را و هم تابعیت کاندیدای محترم تحت بررسی قرار بدن. من فکر میکنم اولا اینا از امی فلتر امی 3 کمیسیون مشترک فکر نکنم که اینا بیرون شوند، ولی اگر از فلتر بیرون شدن امروز ساعت 3 بجه تعهد بر ای بود که یک تعداد از امی کاندید وزیرای محترم که دو تابعیت هستن فرمیر خانه پوری کنن و ترک تابعیت خود خانه پوری کنن و بیارن به شورا بسپارن. که تال دیگه من شخصا معلومات ندارم که چند نفر از نامزد وزیرای محترم چنین کار را انجام دادن، اما در نهایت تصمیم نهایی پیش نماینده های مردم است و ما بازم تاکید میکنم که وزارت یک کشوری که با این افسردگی و بیچارگی کشور میآید ارزش قائل میشه به او بچه ای که رفته در خارج از کشور تحصیل کرده و تابعیت از دوره داره میایه، موقف وزارت مملکت برش میتن ارزش ازیره داره که اونا ترک تابعیت کنن. شما آقای میر چرا رئیس جمهور غنی او برخلاف تصمیم گیری های مجلس باز هم افرادی را به مجلس معرفی کرد که دارای تابعیت دوگانه ای هستند؟ در اینجا فکر میکنه رئیس جمهور غنی امان راه حامد کرزی در برابر مجلس یا در برخورد با مجلس را میپیمایه؟ اول خب ما با جناب رئیس جمهور هیچ نوع تماس ندارم و در حلقه نزدیکی هم که تصمیم میگیرن قرار ندارم که انگیزه تصمیم گیریشان را واقعا درک بکنم. حالا تحلیلتان چی است؟ تحلیل ما این است که یکی بحث حقوقی است که جناب سجادی صاحب خودشان استاد حقوق هستند و استاد هاشمی اینجا هستند که در اون قسمت ما تخصص ندارم، نمیخوایم بحث بکنم. اما یک بحث دیگه واقعیت‌های عینی افغانستان و ضرورت‌ها است، قسمی که خانم ابراهیمی بسیار زیبا تشریح کردن. ما یک جامعه عقب مانده هستیم، یک جامعه جنگ زده هستیم و امروز ما شما در قرن 21 زندگی میکنیم. این افغانستان قرن 18 و 19 نیست که ما موضوع نشنالیزم خود هنوز هم روش باید استادگی بکنیم. جهان قرن 21 یک جهان متحرک است، اشخاص در کشورهای متفاوت زندگی میکنن. از شما ببینید که نه تنها در بسیاری از کشورها رئیس بانک مرکزیشان حتمی نیست که شهروند خودشان باشه، در بسیاری از کشورهایی که من معلومات دارم رئیس بانک مرکزی چون یک نفر بسیار تخصصی است میتونه که یک نفر را قرارداد کنن از بیرون بیارن. ما خوشبختانه مثلا من از شخصیتایی که شناخت دارم که آقای صدیق که فعلا نامزد ریاست بانک مرکزی افغانستان هستن، یکی از شخصیتای شایسته مسلکی افغانستان است. اگر اینا در اینجا دو تابعیت ها در افغانستان سابقه خوبی نداشتن، شما افراد را میشناسین که دارای دو تابعیت بود، پس از اتهام فساد مالی بالایشان فرار کردند به کشور دومیشان و در پی امین سابقه بعد دو تابعیت ها در افغانستان مجلس نمایندگان تصمیم گرفت پس از این دیگر دو تابعیت ها نمیتونن وزیر باشند. مشکل دمی است که ما نمیتونیم که به خاطر یک نفر و دو نفر همه دیگرا را باید ما مجازات کنیم و قربانی کنیم. حالا چی تضمین وجود داره که این دو تابعیت ها هم مانندان ها برخورد نکنند؟ تضمین وجود داره. ما قسمی که سجادی صاحب گفت یک صفحه نوی را در افغانستان باز میکنیم و این مرتبه پارلمان افغانستان، میدیای آزاد افغانستان که شما هستین، جامعه مدنی که فعلا بسیار زیاد فعال است در افغانستان، شما ببینید که ما همین تجربه انتخابات آخر نشان داد که مردم ما از یک سطح آگاهی بلند سیاسی برخوردار هستند و این سطح آگاهی بلند سیاسی برمیگرده به چی؟ به میدیای آزاد که میتونه به پیام را به مردم به بسیار وقت کوتاه برسانه و پارلمان افغانستان جربسایی که در پارلمان افغانستان صورت میگیره
همگی مردم از او واقف هستند و این خود از این در سطح آگاهی مردم افغانستان بسیار زیاد کمک کرده و ما امیدوار هستیم که از این که ما جربست کنیم بالای فلان نفر یا سر اشتباهات گذشته، ما باید کوشش بکنیم که میکانیزم های جدیدی را ایجاد بکنیم و قسمی که سجادی سیوی گفتن خانم ایرانی گفتن که یکی از این که در مرحله اول در خط اول قرار داره پارلمان افغانستان است. پارلمان افغانستان رولش که نظارت بر حکومت است باید به شکل درستش باید انجام بده و قسمی که رئیس جمهور هم گفتن که هر وزیر باید هر 6 ماه باید به پارلمان افغانستان گزارش بده از کارکردهای خود. آقای میدر اینجا مجلس نمایندگان فیصله کرده، تصمیم گرفته که دو تابعیت ها نباید معرفی شون به حیث نامزد وزیر به مجلس. پس این سرنوشت مصوبه مجلس چی خواهد شد؟ اگر این کار شود مصوبه باید لغو شود. اگر این کار شود من حیث یک شهروندی که دو تابعیت ندارم یک تابعیت دارم و در مبارزات افغانستان دخیل بودیم، عملا ما مخالف همی گپ است. ما با شخصیت هایی را که چون این کار صورت گرفته در مجلس، شخصیت هایی را که ما به خاطر شاید برای بیشتری از وزارت ها ما شخصیت های متعدد داشته باشیم که خلا را پر کنند، اما بعضی از پست های کلیدی مثلا بانک مرکزی افغانستان است که من فکر نکنم که ما نفر دوم را داشته باشیم که او بتانه این جایگاه را پر بکنه و بعضی پست های دیگه دولتی هم هست که شعره های سیاسی را که ضروری هستند به خاطر از اینکه یک وزن سیاسی دارن و میتونن بر روی یک پرستیج بتن، اگر ما اونا رو از دست بدیم من فکر کنم که یک پس حالا شما میخواین بگین که مجلس نمایندگان برخلاف همو مصوبهش باید به این دو تابعیت ها رای بتن و از فلتر مجلس ها گفتن که مجلس پارلمان افغانستان بدبختانه غور درست صورت نگرفت، بسیار یک شکل که عجله بود ای را تصمیم گرفتن، باید وقت میگذاشتن. خب حالا به هر نوعی بود تصمیم گرفته شد، پس خب چی باید کرد؟ هیچ تصمیمی نیست که برگشت ناپذیر نباشه. هنوز فرصت ازی وجود داره که مصوبه پارلمان افغانستان میتونه که تصمیم خود دوباره و دو سلسله پارلمان کدام کاری مشکلی نیست و این چون یک ضرورت است. ما در یک شرایط خاصی قرار داریم، یک شرایط شکننده است، تهدیدها بسیار زیاد هستند، ما باید زود قضیه پارلمان را ببخشید قضیه کابینه را ختم بکنیم و وزرا باید به کار خود آغاز کنند. باز هم این فرصت باید برای وکلا داده شود که 6 ماه بعد کارکردهای زنان را بررسی بکنند، کسایی که شایسته هستند تقدیر شوند و کسایی که واقعا از خود شایستگی نشان ندادند مجازات شوند و از کار خود کنار بروند. آقای هاشمی، باید بر اساس همین واقعیت‌های عینی جامعه دو تابعیت‌ها را در کابینه پذیرفت، دیگر چاره‌ای نیست؟ من فکر نکنم صبح صراحت من خدمت شما عرض بکنم که من مخالف دو تابعیت نیستم، در از اینکه یک تعداد زیاد مردم ما شما در اروپا و امریکا تابعیت دوگانه دارن و تابعیت دوگانه از اونا تحمل شده، از لحاظ حقوقی درست نیست اما تحمل شده، در امریکا هم تحمل شده، در اروپا هم تحمل شده. امروز اگر به صورت عموم صحبت بکنیم، او افراد عین حقوق امتیازاتی را داره که مردم ما در داخل افغانستان دارن با تابعیت افغانی، ولی یکی از اونها نامدن که ما وزیر میشیم یا رئیس جمهور میشیم یا معاون رئیس جمهور میشیم. کسان ای آرزومندی را داشتن که ارتباطات داشتن به اینجا و با او تابعیت دوگانه خود آمدن اینجا، در زمان آقای کرزی هم بعضی کسا آمدن به حیث شخصیت های بین المللی، مگر از لحاظ اقتصادی افغانستان بسیار صدمه زدن، از لحاظ سیاسی صدمه زدن، به خاطر از اینکه ما همیشه فکر میکنیم هر کسی که از بیرون آمد شایستگی داره. این در واقعیت کمبها دادن به جامعه امروزی افغانستان است. من براتان یقین میتونم که 25 نفر وزیر از این داخل افغانستان از کسایی که هیچ بیرون نرفته شما شخصیت های بسیار برازنده میداشته باشید. مسئله دیگه ای که کسانی که از بیرون میان اینا جامعه را نمیشناسن و در عین زمان وزارتخانه را اگر ما ایت تجربه کنیم که برای 6 ماه اینا وزارت کنن، بعد از 6 ماه اگر ناکام باز یک کس دیگر میریم، این درست نیست. در زمان آقای کرزی تجربه شده و نباید تجربه تکراری شود. چیزی که خانم ابراهیمی فرمودن که یک تعداد با به شکلی که گفتن ترحم آدم واقعا یک ذره احساس آدم با چیز میامد که بیچاره ها تفلایی که رفتن در امریکا و اروپا و اینا و در اوج زحمت کشیدن بر اساس جبر زمان و شرایط اجتماعی و اینا رفتن به کشورهای بیگانه و تابعیت از اوج را گرفتن، امروز با شایستگی ها حاضر هستن بین زمینه بسیار مساعد است.
تنها در وزارت شما نمیتونید که کارهای برازنده برای ملتتان بکنید. اگر میخوان وزیر هم شوند باید از تابعیت خود بگذرن. اگر افغانستان برایشان بیشتر اهمیت دارد تا تابعیت کشور دومی باید چنین کار شود. این صراحت دارد در قانون اساسی. قبلا هم بر شما عرض کردم که شرط اساسی می بود که کاندید وزارت باید تنها حامل تابعیت افغانی باشد. حالا این جمله بعدی را که اگر کاندید وزارت دارای دو تابعیت می باشد در موردش ولسی جرگه تصمیم میگیره. این جمله است که بعداً به اساس دستکاری هایی که 60 موضوع یا 62 موضوع را دستکاری کردن بر اساس منافع خود در وقتی را زیاد کردن. امروز این دامنگیر خودشان شده برای اینکه پارلمان امروز میخواهد که روح ملی خود بیشتر نشان بده. از این لحاظ وقت یک تجربه که کسایی که دارای دو تابعیت بودن فرموده شما که آمدن کارها را بسیار به شکل نادرست پیش بردن، معاش بسیار فوق‌العاده گرفتن، تا جایی که من خبر دارم 60-70 هزار دلار ماهانه معاش می‌گرفتن برای ازی که از آمریکا یا اروپا آمده. این تجربه را داشتیم. به او اساس پارلمان افغانستان من فکر می‌کنم تصمیم بسیار خوب گرفته و تصمیم خلاف قانون اساسی هم نیست، به خاطر ازی که قانون اساسی با وجودی که جمله غیر حقوقی را در اوج داخل کردن، اما باز هم گفته میشه که تصمیم مربوط به ولسی جرگه است. اول نباید این ماده قانون به ولسی جرگه چیز میشد، به اصطلاح ارتباط داده میشد. دومی که ما یک تعویض در اوجا آوردیم که دو نفر کاندید میای، هر دوش دو تابعیت دار از امریکا یا اروپا، یکیش بنا به ارتباطات شامل وزارت و کابینه میشه، یکی دیگهش نمیشه. آقای هاشمی، در اینجا تا در مورد تابعیت شخص رئیس جمهور غنی هم شک و نگرانی های وجود داره که احتمال دارد از تابعیت دومیش ایالات متحده آمریکا نگذاشته باشد. حالا حضور این همه دو تابعیت ها در کابینه فکر نمیکنه پیوند داره به این احتمال داشتن تابعیت دومی رئیس جمهور غنی؟ مسئله تابعیت یکی خود موضوعات احساساتی و عاطفی است که وکیل صاحبای محترم گفتن یا جناب میرسه گفتن. یکی موضوعات حقوقی است، موضوعات سیاسی است. شما نمیتونید که تمام اسرار حکومت افغانستان به دست کسایی بدین که اونا خودشان تابعیت افغانستان از دست دادن. حتی همین مسئله که شما میگن که یک آدم تابعیت دومی خود از دست بده، این خود سبق سادن نیست که تابعیت دومی خود از دست بدم تابعیت اولی من زنده میمانم. نه، تابعیت اولی شما از دستان رفته. اما کسانی که آرزومند خدمت به افغانستان هستند با دو سه تابعیت خود میایم. آقای هاشمی بسیار کوتاه بگین، فقط در یک واژه، نمایندگان با این دو تابعیت ها چی برخورد کنند؟ اینها را رد کنه و یا تایید؟ اینا سه وقت تصمیم خود گرفتن که بر اساس فیصله مجلس. خب من برشان نمیگم، اما خودشان گفتن قبلا. تشکر از شما. و به این اساس من حتی فکر میکنم که نباید کسایی که دو تابعیت داشتن به پاس حرمت تصمیم و تصویب شورا یا ولسی جرگه حتی معرفی نمیشدن. آقای سجادی، در این روزها سر صداهایی از معامله پس پرده نامزد وزیران با نمایندگان شنیده میشه، حتی معامله پولی و حتی سات. رئیس جمهور غنی با نماینده ها دیدار و گفتگو کرده و از آنها خواسته به افراد مورد نظرش رای دهند و همین گونه طرف دیگرش عبدالله. تا حالا چی معامله میان نامزد وزیران و نماینده های مردم صورت گرفته؟ اگر این همه نامزد وزیران از فهرست از فلتر مجلس نمایندگان عبور کنه، فکر نمیکنه که پس از آن دیگر مجلس نمایندگان جایگاه خود در میان مردم از دست خواهد داد؟ اول اجازه بدید که در ارتباط با بس قبلی من تشکر کنم از دو سه نفر، فقط کوتا دو سه نفر از همکارای بسیار خوبی که به خاطر همین بحث تابعیت انصراف دادن از عضویتشان در کابینه افغانستان. این حرمت گذاشتن به قانون اساسی و مصوبه پارلمان افغانستان و نمادی از دموکراسی و حاکمیت مردم است. پارلمان افغانستان در ارتباط با بحث کابینه پیشرو بر سر دورایی قرار داره. تأخیر در تصویب کابینه مشکلات را ایجاد میکنه که طبعا از یک طرف مردم ما را در تنگنا قرار خواهد داد. انتظار افکار رومی چیزاوای میر اشاره کردن است که زودتر کارا شروع شود. ولی تصویب
زودی این کابینه در صورتی که افراد ناکارآمد با مو مشکلات مخالف فیصله ها مخالف قانون اگر صورت بگیره باز مجلس نمایندگان را زیر سوال خواهد برد. حالا در اینجا سوال دیگه هم مطرح میشه، حکومت فکر نمیکنه که فضا را بالای شما تنگ ساخته باشه شما از روی ناگزیری تمامی نماینده ها را از فلتر مجلس بگذرانید؟ شاید من نمیخوام به قسمت وارد شوم، اما من میخوام بگم که برای افغانستان و برای پارلمان افغانستان آنچه که اولویت و اهمیت دارد پایبندی به اصول و قانون است. آنچه را که مصوبه مجلس است، آنچه که قانون اساسی گفته، ما باید برای تطبیق او بکوشیم. حتی یعنی اگر چنین نظری در میان تمام نماینده ها وجود دارد، من نمیدونم حال تمام نماینده های نظر داره یا نه، ولی حداقل در این روزها سر و صدای از معامله ها صورت می آید. در ارتباط با بحث بعدی ببینید، اگر دو برخورد مطلق منفی و مثبت وجود داره که هر دو غیر عادلانه است، تصویب کل یک پکیج کل اعضای پارلمان به نظر من دور از انصاف است، رد همه هم دور از انصاف است. منصفانه ای خواهد بود که ما منصفانه ای خواهد بود که و افراد شما از یک طرف وقت کم داری، از یک طرف اجازه نمیده که من توضیح بدم، شما میگید وقت کم دارید، اجازه بده که من توضیح بدم خدمت شما. ببینید منصفانه ای خواهد بود که مجلس نمایندگان بر اساس وظیفه ملی خودشان تفکیک کنه، افراد واجد شرایط و صلاحیت را حمایت بکنه، اعتماد بکنه که کارهای خودش رو بکنه، افراد را که واجد شرایط و صلاحیت کاری نیستن رد بکنه. حالا اتهامات یا شایعاتی که در ارتباط با بحث معاملات پشت پرده مطرح میشه که تنها این بار نیست، برای همیشه این چنین شایعاتی وجود داشته. حداقل بنده در یک نشستی که رئیس جمهور دعوت کرده بودند، حتی رئیس جمهور تقاضای حمایت از اعضای معرفی شده کابینه را از ما نداشتند، چنانچه که امروز هم در سخنرانی خود چنین تقاضایی را مطرح نکردند. اما من گفت در بخش از سخنرانش که ما از شما میخواهیم تا به این نامزد وزیران قرار بدیم. هر رئیس جمهور دیگه اگه جای رئیس جمهور غنیمی بود باید بیشتر از این کمپاین میکرد، چون کابینه را معرفی کرده به عنوان همکارای خودشان، ولی در او حد اشاره تنها کافی نبود. حتی و من میخواهم اعتراض کنم که رای جلوگیری از معاملات پشت پرده است که مجلس نمایندگان بر اساس وظایف قانونی خود به صورت تفکیکی تصمیم بگیره، در بین تمام اعضای معرفی شده آنان را که واجد شرایط هستند بر اساس شایستگی، لیاقت، توانمندی به دور از مسائل قومی، سمتی، زبانی و معاملات پشت پرده حمایت بکنه، و افراد را که بر اساس بدبستان ها وارد لیست کابینه شده توانمندی و شایستگی نداره یا باور ایجاد کرده نمیتونه طبعا رد بکنه. اما من میخوام تعمیل از خدمت شما عرض کنم که شرافتمندانه آن چیزی که به نام معاملات پشت پرده گفته میشه ما کدام اسناد دقیقی در اختیار نداریم. بانو ابراهیمی، واقعا مجلس نمایندگان تفکیک قائل شد میان این نامزد وزیران و یا تمام اینها را تایید خواهد کرد؟ فکر میکرم آل قبل از وقت است که مداوری کنم. حالا با توجه به میشناختی که از همکارانتان دارین در داخل مجلس، خب تصمیم گیری مطابق قانون اساسی گفته شده که رأی سری است و هر شخص خودش تصمیم میگیره پشت صندوق. رأی گیری با نامزد وزیران هم سری خواهد بود یا علنی؟ نه خیر، یک چیز واضح است که ماده قانون اساسی است و این صلاحیت نماینده های ملت است که هر شخص، هر فرد سری و مستقل میره به پای صندوق و برای هر فردی که امو میارای ارزش ها را داشت و متحد به مردم افغانستان بود و امو ارزش هایی را که قسم سجادی صاحب گفتن داشت مطابق به معیارای یک وزیر بود و هر شخص از خود یک تعریف از یک وزیر داره، حداقل وطن دوستیش، کاراییش، تخصصش و امثال از اونها تصمیم میگیره. و قبل از وقت که ما بگوییم که چند درصد این نامزد وزیران رأی خواهند گرفت از مجلس، خب ما فکر میکنم تکرار میشه صحبت هایی که ما داشته باشم. نیمه از این نامزد وزیران تابعیت دوگانه دارن. خب این تصمیم تصمیم شوراست و بر تصمیم شورا همه گی احترام داره و یک چیز غیر قابل برگشت است برای فعلا و همه ما، با توجه به اون فیصله مجلس نمایندگان پس باید نیمه از این نامزد وزیران رد شوند از سوی مجلس. خب انوز فیصله کمیسیونای مربوطه که باید به مجلس بیه و باید اداری تسلیم شوه این فیصله تا حال نیامده. اگر این فیصله بیه ما فکر میکنم این چند تعداد که مثلا به نام دو تابعیته اعلان شده اینا وارد رایگیری نمیشن، در این صورت باز لیست هم کوتاه میشه در صورت که، اما هنوز فیصله نهایی نشده که کمیسیونای مربوطه باید اداری پارلمان چی ترتیب را از لیست میبرن و تسلیم میکنن. آقای میر فقط یک دقیقه به شما فرصت است، با توجه به شناختی که از مجلس دارین و حتی برخی هم میگن مجلس نمایندگان در سطح جهان
نهاد قانونگذار گفته شده که در دقیقه 90 تصمیم گیریهایش برخلاف انتظار هم است. چگونه برخورد خواهند شد با این نامزد وزیران در داخل مجلس؟ شناختی که از وکلای محترم دارم، شخصیت های برجسته هستند، قابل اعتماد مردم، قابل احترام هستند. خواهشی که من از ایشان دارم که شما به این کابینه رای بدین. با کسایی که شناخته شده است اعتماد دارین، با کسایی که شناخته ناشده هستند، جوان هستند اعتماد بکنین، یک فرصت را برشان بدین، 6 ماه را بگذارین که اینا کار بکنن. در 6 ماه اول ما میتونیم که باز از کارکردهایشان یک ارزیابی بکنیم و پارلمان افغانستان دوباره تصمیم گرفته. حالا این خوب نیست که در روز رایگیری تصمیم گرفته شود به اینها تا 6 ماه فرصت برایشان داده شود؟ چون اکثریت کسایی است که تجربه کاری نداشتن در نزد پارلمان، در کابینه نبودن و قضاوت کردن از دیدگاه ما درست نیست که ما سر استعداد از اونا، سر گذشته کاریشان، سر توانمندیشان ما قضاوت بکنیم. بگذارین یک فرصت بدیم. این معمول است در دنیا که یک کابینه جدید یک فرصت میتن. باز بعد از او وقت داریم. 6 ماه فکر کنم که بسیار کافی است که یک وزیر را بعد از 6 ماه پارلمان افغانستان ارزیابی بکنه. و آقای هاشمی، شما با توجه به این انتقادی که از این نامزد وزیران دارین، این نامزد وزیران در روز رایگیری در داخل مجلس با چی سرنوشت روبرو خواهند شد؟ ما فکر میکنم که چیزی که جناب آقای میر گفتن، در فاصله 6 ماه او تصمیم رئیس به جمهور است، تصمیم میگیره کدام وزیر قناعت بخش کار کرده و کدام وزیر قناعت بخش نبوده. او تصمیم جناب رئیس به جمهور است. اما رئیس جمهور گفت که این نامزد وزیران به مجلس پاسخگو خواهند بود. بله بله، پاسخگو به صورت همیشگی هستند. ولی امروز مسئله بسیار مهم یا تصمیم بسیار مهم مربوط است به پارلمان، و ما فکر میکنم که پارلمان هم پارلمان دیروز و پریروز نیست. پارلمان است که بر اساس و مبنای یک سلسله محک ها و دلایل بسیار ملی موقف خود روشن میکنن، و چنانچه بنابرای که از کسایی که در گذشته از دو تابیت ها فرصت هم ذهنیت خوبی نداشتن، امروز تصمیم گرفتن که به هیچ کسی که دو تابیت داره ما رای نمیدیم. حالا شما مطمئن هستین چنین خواهد شد در داخل مجلس؟ ما فکر میکنم که وقتی که تصمیم گرفته میشه به اکثریت آرا، پس شکستاندنش ممکن است که اشتباهات دیگه، اگر برخلاف تصمیم مجلس به دو تابیت ها رای داده خواهد شد، چی خواهد شد؟ اون وقت این چگونک پارلمان خواهد بود؟ ببینین یک کابینه خارجی خواهد بود. سپاس از شما. سپاس از حضورتان در برنامه. طاهر هاشمی، استاد دانشگاه، هارون میر، آگاه مسائل امور سیاسی، نیلوفر ابراهیمی و عبدالقیوم سجادی، دو عضو مجلس نمایندگان. و از سپاس از شما بیننده ها هم که تا حال همراهی من بودید. شب خوش.